زغال که ارزان آمده گفتیم که در اولین قدم کسایی که میان معرفیش کنید ما قراردادی رو بگیم که اگر تا 9000 قیمت شماست به 5000 با بجلد خانش گرم شده باشن. پروسه ما تا که مهاجرین خود از سایب سرپناه نساختیم و خانش گرم نساختیم ادامه می داشته باشه. یعنی تا امرسانی را امروز نشست ما برسه میست که شما در تمام گذرتان از کسایی که آمدن، از کسایی که متوقع هستن و کسایی که جای بجای شدن، کسایی که در حال جا بجایی است، کسایی که چیز دارن، کسایی که ندارن، یک دو سی تکمیل ما داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. تقریبا چندین کمیته جور شده که از کمیته صحت گرفته، کمیته ترانسپورت گرفته، کمیته تغذیه گرفته، کمیته ساخت ساز گرفته، حتی کمیته که به خاطر اعمار تشنابای سیار ساخته شده، کمیته مالی موجود است، کمیته اجناس معلوم است، کمیته های مختلف سرتاسری از 11 ارگان ترتیب و تنظیم شده و لله الهم ترتیبه که امروز ما شما در ترخم میبینیم و کل جهانیان دونرا حتی ایران ماندن که امارت اسلامی با نداشتن تجربه همچون یک قضیه امروز چطور تانسته که در تورخم ما امی پروسه را هم به شکل درست مدیریت میکنیم، هم امو چالش را که امی کسان میخواستن که امارت اسلامی را به چالش کشانیده باشن مهار شده. دیگه لله الهم امی ترتیب را که در اونجا ساخته شده این کل جهانی ها حیران ماندن ویره شما استاد تا باز خواد دیدین که چیزی که امارت اسلامی در وسط آن خود داره او را از امو مهاجرین یا کسایی که اخراج شدن از وا قربان کردن. اما میخواهید امی پروسه همی کل افغانایی که در اینجا هستن مقیم اینا هم خود انصار بسازن تا ما مهاجرینی که اینجا میهم این حیث انصار ما با امرای زنام و کمک و برخورد خود داشته باشیم. دیگه شما قسم که در جریان هستین از برادرای همکارای استخباراتی ما پاسپورتای صاحبی و فرما و کل لگه پایین کل سیستما به شکل منظم جریان داره و در تمام کارهایی که شما در جریان هستین یادواریش در اینجا لازم نیست، کلگی امون مکلفیت های خود را به شکل درست ادا کرده. در پولی از این کار اساسی ما شما ایست که ما چطور میدانیم به سطح نایه 13 تمام همی کمک ها را چی از جنس باشه چی پول باشه، حتی یک کس در جلسه خیست 20 خانه در چاراسیان میال پیدا شده لست داده که میخواین برای کس داده باشه رو مفت، یک کس از قصبه همته، یک کس ظروف آورده بود، یک کس کمپل آورده بود، یک کس 40 دانه جمپر هم میال در ناهی آورده، 40 دانه جمپر است لیلامی است اما استفاده اگه شدام نوست آورده کسی که میره بر مهاجرین بتین. دیگه هدف ما ایست که ما به من حیث مسئول ناحیه می دین دگردن ما بود که به اساس زمون نشست اگر دیگه نواهی کسی می نشست برا انداخته یا ننداخته ما امروز به می اتفاق اتحاد خود می نشست برای انداخته باشیم این معلومات ها کلش بین ما شما تبادله شده باشه. ما در ناحیه 13 می خواهیم که در خود ناحیه یک دانه خیمه زده باشم
د ای خیمه همه روزه من حیث نوکریوال از شخص خودم گرفته تا مامورین عادی مردم اینجا نوبتوار در مونجا ما نوکری ادا میکنیم، در مونجا یک لاسپیکر میداشته باشیم، بر مردم اینمی تمام معلومات شریک ساخته میباشیم. هر کسی که می اگه خانه خودم میخواه به کرابطه طلا میاره، پول میاره، جنس میاره، ظرف میاره، لباس میاره، کل زیر تا یک میکنزم ما اینجا کلش ثبت میکنیم. از مولای امام صاحبا و علمای کرام گرامی تقاضای می است که دفعه گذشته هم یک مشکل پیدا شده بوده، گفته بودن که در مساجد شما چنده واره پیسه جمع نکنین. از دو بود، بود اولیشی بوده که کسی که در مسجد چنده مندازه در روپه 20 روپه 50 روپه مندازه و شاید اگر یک وکیل گذر یا نماینده در بیرون بگه شاید کسی 10000 افغانی هم بده. یک موضوع. موضوع دومی که منبر و مسجد ما شما مرکز چنده یا نسازیم، یعنی این هم خوب نیست که وقت اونجا شاخته شد. فقط از منبر و مسجد تمام علمای کرام و مولای امام صاحبا و مولای صاحبا در قسمت تشویق و ترغیب مردم از ماهیت و اهمیت از این موضوع، از موضوع انصار و مهاجرین بر مردم قصه کرده باشن تا تانسته باشیم مردم با ما می انگیزه و ذهنیت داده باشیم تا و عملا کار کرده باشن. در قسمت عملی جمعوری پول خود وکیل صاحبا جوانا اینا دست به کار شده باشن در هر گذر. من به نظر میاد که مثل که من در خیمه را در ناحیه میزنم، اما در هر گذر شما یک مسجد که در مونجا در یک نقطه بارز موجود است همون مسجد موقعیت قرار بتین و در مونجا می کار شروع کرده باشین. در قسمت مکاتب اما تا که مهان صاحب حوزه استعزام تعلیمی گفتن اینا در مکاتب در پولی روزمره درست خود اگر بر بچه همی تشویق و ترغیب داده باشه که از طریق از اینا به خانه از اینا می پیام ها رسیده باشه، فامیلا از یا کتما کمک کرده باشه، بسیار خوب خواهد بود. همین قسم در شفاخانه ها هم کسایی که مریض میان اگر از مهاجرین می باشه یا کسایی که خلاص شدن که از اونا از دیدگاه کده بهترتر و بیشتر کمک و رسیدگی شو فکر میکنم اونا یک روحیه خواهد گرفتن که با واقعیت هم ما یک جسم و یک وجود و یک جان هستیم. دا فکر که ایغی ملک کرده وی چی دا ملک دیو چلین سمخ کو دیو لر مشکلات و سر تهدیدات و سر ایمخ کو دا دی و غلط فکر دا یو غلط فکر و تصور دی چی دی کرده دیا دا ملک انشالله هیچ کلا با دا ملک پا دا رکم فکر رو دی باندی دی چلین سمخ نشی او نه وای دی پا دا رکم فکر رو باندی دی مشکلات و سر مخ شی مخ پا دی باندی خفه نیو چیز مو هیوادوال ولی دی گاواندی ملک نخپل ملک ترارل یقینا چی مو پدې باندې د زړه لکومي خوشاله یو، پدې باندې شکر وباسو چې الحمدلله زموږ په ملک داسې یو موقع مساعد شوله، داسې یو حالات منځته راغلل چې موږ هغه ورونه چې مهاجر وو په بل ملک یې شپې ورځې تېرولې، د بل ملک محنتونه یې تېرول، سختۍ یې تېرولې، د هغو تر لاس لاندې ژوند کوله. الحمدلله نن زموږ په تاس زموږ ستاس ملک داسې موقع مساعد شوه، داسې حالات راغلل چې هغه خپل کور ته راوکوچېدل، خپل ملک ته راغلل. صرف خفه به دو باندې یو چې دغه وخت لږ غیر مناسب وخت دی، ځکه زموږ ستاس اکثریت ولایتونه واورین دي، واوره پکې کېږي، د ژمي موسم را روان دی، یخني زیاته وي. خو ورونو موږ ستاس الحمدلله د غیرت او د ننګ او د همت یو وخت تاریخ لرو. همیش مو د خپل خلیل مړی د بل ورور سره نیمه کړی ده، همیش مو د اس سختۍ په اوګو باندې پورته کړی، برداشت کړی مو دی. د زموږ استاد ورونه دی نن د دونه وخت زموږ استاد د خپل کور څخه بی ځای وو، نن خپل وطن او خپل کور ته راغلل. موږ استاد به د خپل وس مطابق د همکاري کوو، د چا چې سره کوم وس کیږي تجارت ورونو باندې د موږ د غږ دی، سره کوم وس چې د تاسو وي د سره همکاري وکړي. هغه کسان چې هغه یو څه توان لري، وس لري، هر قسم وس چې لري دې سره همکاري وکړي. الله تبارک و تعالی فرمایي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله فرمایي تاسو خیر کار وکړي، خیر به عام دی. چې السلام علیکم کوي، ښه اخلاق ور سره کوي، یو چاته ځای ور کوي، دا ټول خیر دی. نو الله فرمایي تاسو خیر وکړي، د خیر کار وکړي، دې پرشتاس کامیاب شي. زموږ استاد ان شاء الله کامیابی پدې کې دا چې موږ استاد دې دوه مسلمان ورونو سره همکاري وکړو. هر قسم همکاري چې موږ تاسو د چا یو قسم همکاري په واسه باندې ودی، چا بل قسم، هر څوک به د خپل واس مطابق د خپل توان مطابق به د اوس سره همکاري کوي. کې امروز ما برای این جمع شدیم تا بتوانیم مقدار کمکی قدم مثبتی برای اول برای رضای خداوند جل جلاله
و بعد برای رفع نیازهای مردم مظلوم و مهاجرین عزیز ما که به نحوی از افغانستان مهاجرت کرده بودند و بعد از مدتی توسط کشورهای همسایه به شکل غیر قانونی اخراج می‌گردد، در این شرایطی که وضعیت جوی هم خیلی نامناسب است برای اونها کمک کرده باشیم. همونطوری که شاعر توانا سعدی می‌فرماید، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهد آدمی. جناب رئیس شورای علما به خاطر گرفتاری که داشت در جلسه حضور پیدا کرده نتوانست سلام و پیغام رسان، و ما به عنوان نمایندگی از شورای علما اطمینان میدیم انشاءالله که در این راستا شورای علما با تمام توان و قدرت در خدمت ناحیه و در خدمت مردم و در خدمت مهاجرین عزیزی که از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشود در خدمت ها قرار دارد، و اون چی که تصمیم در این جلسه گرفته میشود و از اون پشتبانی میکنیم انشاءالله در خدمتیم. وقت شما را زیاد نمیگیریم، چون اصل بحث باید در روی تا درست کردنی کمیسونی که امروز بناست باید درست شود، روی اون بحث بیشتر شود تا بتوانیم یک روند درست و شفاف که قابل قبولی برای همه باشه، برای ملت، برای جامعه، برای دولت و برای کمک رسانی درست انجام شود، روی اون بیشتر بحث شود. تشکر. روند کمک رسانی به مهاجرینی که از پاکستان اخراج میشن به افغانستان، شما و تشکر جناب دوست عزیز، من خدمت شما عرض بکنم که اولا متاسف هستیم که در این سرمای زمستان کشور پاکستان ناجوان مردانه اهالی مردم غریب بیچاره کابل از اونجا که زندگی داشتن، به اصطلاح شهر داشتن، خانه داشتن، زندگی داشتن، اونا رو بیجا ساختن. دیگه در اون ما متاسف هستیم. شورای وکلای گذر همکاری دارن، چرا هموطنان ماست، ما همه می درد داریم، ما مشکل داریم، کنه ما هموطنان ما هستن، چی در اینجا باشن، چی در دیگر نواهی باشن، برای ما فرق نمی کنه که در نواهی 13 باشه، در جایی هموطن ماست، ما متاثر هستیم. روند کمک امروز شما شاید سنب این که ما جلسه داشتیم تحت ریاست محترم رئیس به نایه و اونای برنامه رو ترتیب داده بودن و در پاری شورای وکلا، شورای علما، متنفذین، شورا از مکاتب و شفاخانه نمایندهاشون حضور داشتن. نه امروز ما کمیته تشکیل دادیم که راجع به جامعه واریش دیگه فعلا کمیته تصمیم نگرفته. ما نظر ما این است که ما همی جمعواری قبلا هم اگر شما آمدین، اگر نبودین، هموطنان ما در جریان هستند که به مهاجرین هرات کردیم. شما را کلای گذر تلاش خود کرده با همکاری ریاست نایه که ما تانیسیم برای زنان باید چیم بکنیم و ما چی بمی زلزل زدگان فعلا که مهاجرینی که در اینجا آمده چی از ایران هستند، در چی از پاکستان بجا شدن آمدن، اونا سند سند دارن و روی از او به وکیل صاحبا دستور داده شده در هر گذره که باشد ما او را به اصطلاح لیست میکنیم، او را میاریم در نایه و کلای گذر او را به اصطلاح شریک میسازیم که چقدر است. روند از این کمیته نظر به حرفای رئیس که این کمیته تشکیل شده، اینا باز در مرکزیتش در خود نایه 13 قرار میگیره و از اینجا باز اینا هم کار میشن که از تاجرین خود در جریان میندازیم، شورای علما میریم کل علمای ما تبلیغ بکنه. وقتی که کمک جمع آوری شوه خود ناگزیر که باز مجبور مکلف هستیم که یا از طریق خود، چون که ما زیر اثر شاروالی کابل هستیم، ریاست محترم نایه و شورای وکلا بازم تحت نظر شاروالی که چیز دستور بده که در کجا مرکزیتش است و کجا ایره خانه به خانه میبرن یا به یک جای اونا رو میخوان، دیگه تصمیم باز بعدی دست محترم شاروالی کابل است. بسیار. در ماه 13 شما به عنوان سخنگوی رئیس شورای نایه 13 هستیم، مکلف در ماه 13 هستیم،
شما معلومات دارین که چقدر مهاجرینی که از پاکستان اخراج شده به ناحیه 13 جابزین شده؟ تشکر امیل از که ما پیشتر که شما امیل از که ما که شما مصاحبه دارم در دقیقه پیش شما با کسای بار در جیران انداختیم. لست ما فردا بخواهی تکمیل میشه. فعلا یک 10-15 نفر از وکیل‌ها بر ما جدولش آورده و فعلا ما زگایش گفتیم که بر ما زنگ زده. ما فکر میکنم تا میاد که ما پیش خودتون مقایسه کردم از 20 نفر به بالا در اینجا ما فعلا نداریم. یکی بیاین بعدا این پروسه جریان داره، ادامه داره. جدولش ریاست محترم استخبارات اختیار وکیل‌ها قرار داده، لست گرفته میریم. اما فعلا تا این 20 نفر هم ترار ما اطلاع داریم تا حالا. 20 نفر که شده و 20 خانواده میشن. چون اینجا دستور دادن که از کشور ایران بعضی فامیلش اونجا است و بعضیش اینجا بوده، اما بچه که از اونجا به اصطلاح اخراج شده کار داره و منیس یک خانواده به اصطلاح او را در جدول میگیرن. دیگه نظر من نیست از شما که شما هم که میرسانه هایی که هستین در جاهایی که میرین به اصطلاح مهاجرین هم میبینین گپا رو یک اطلاع رسانی بکنین که همگی از طریق مرجع مربوطش که وکلای گذرشان است. ان شاء الله که همین پروسه شفاف است، وکلای گذر ناگزیر هستن، دائما در خدمت مردم خود است. ان شاء الله دیگه شانه خالی نمیکنن و جدولشان رو میگیرن در مرجع مربوطش، چی نایب باشه چی در ریاست استخبارات باشه، هر جایی که خواسته باشه ان شاء الله هم کار است میرسن.